خدا، یه مورد مهمی که توی کار با وردپرس هستش استفاده از قالب هاست، که خب ما کلن دو تا راه داریم، یکی اینکه از اون فایل خود قالب استفاده کنیم، یکی اینکه بسته نصبی رو استفاده کنیم، بسته نصبی آسان استفاده کنیم. خب اینا با هم دیگه چه تفاوتی دارن؟ وقتی شما فایل رو استفاده میکنید اون کدای قالب داخل اون قرار داره و خب شما باید از قبل وردپرس رو نصب کرده باشیم و از قسمت اون پوستایی که هستش این تم جدید رو نصب کنید. ولی توی بسته نصبی آسان وقتی که شما این مورد رو استفاده میکنید، تمامی محتواهای وردپرس، خود فایلای اصلی وردپرس و قالب هر ستا با هم یک جا قرار دارن. پس چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ وقتی شما فایل قالب رو دانلود میکنید فقط کدای قالبه، یعنی از قبل باید وردپرس رو نصب کرده باشین، بعد اینکه حالا مثلا تم رو نصب کردین حالا باید محتواتون هم داخلش قرار بدین. پس صرفا تم، محتوا و وردپرس رو همراه خودش نداره. ولی وقتی که از بسته نصبی آسان شما استفاده میکنید، محتواها، فایل وردپرس و فایل قالب همگی با هم دیگه یک جا انتقال داده میشن. برای همین یکی از راههایی که ما میتونیم محتوای سایتمون رو ازش بکاپ بگیریم و انتقال بدیم از روی لوکال هاست به روی سرور، استفاده از بسته نصبی آسانه، که خب میبینیم با یه افزونه به اسم داپلیکیتور میشه اینو به وجود آورد به صورت رایگان. خب اینجا سه تا فایل داریم، یکی فایل اصلی قالبه، یکی فایل نصبی آسان قالبه که خب همونطور که میبینید با یه پک نوشتن آخرش اینو متمایز کرده، و خب فایل خام وردپرس. حالا ما این دوتا رو میخوایم توی نصب متفاوت قالب ببینیم. کاری که من انجام میدم، اول میرم داخل زمپ و داخل HTDocs دوتا فولر جدید درست میکنم. اولی رو میذارم VP1 و دومی رو میذارم VP2. خب حالا فایلی که اینجا داشتم فایل وردپرس، فایل خام وردپرس و فایل قالب تنها، دقت کنیم بسته نصبی آسان نه، قالب، این دوتا رو میگیرم و میبرم داخل VP1، چون قرار این دوتا روی وردپرس خام نصب بشن. خب کاری که انجام میدم، اول وردپرس رو باید نصب کنم تا از طریق اون بتونم قالب رو نصب کنم. پس اول وردپرس رو اکسترکت میکنم. یه مشکل که معمولا اینجا به وجود میاد اینه که فایل های وردپرس باید در اولین دایرکتوری یا اولین مسیری که شما وارد فولر میشین قرار داشته باشن. یعنی من بعد اینکه اینا رو اکسترکت کردم داخل یه فولر به اسم وردپرس ایجاد میشه، من میرم و همه اینا رو میگیرم، کات میکنم و میارم در اولین دایرکتوری که وارد اشتیداک میشم، یعنی VP1، و اینجا پیست میکنم، برای اینکه نمیخوام باز دوباره یه فولر دیگه داخلش ایجاد بشه و حالا فولر وردپرس رو که دیگه نیاز ندارم پاک میکنم. خب پوشه زیپ قالبم هم اینجا هستش، ولی خب من فعلا میخوام فقط وردپرس رو نصب کنم. برای همین زمپ رو اجرا میکنم از روی سیستمم تا بتونم از طریق لوکال هاست فایلم رو نصب کنم. موردی که اینجا مهم هستش اینه که بدونید که قالب تم، اون به اصطلاح تمی که شما دانلود کردین و بعد از اینکه وردپرس اجرا شد و نصب شد روی سیستم شما باید ازش استفاده کنید. خب زمپ من اجرا شد، من از طریق لوکال هاست حالا دسترسی دارم به فولدرهایی که میخوام. خب من توی VP1 یک سایت نصب کردم، پس بعد آدرسم یه VP1 تایپ میکنم. خب همونطور که میبینید مسیر نصب فایل های وردپرس هستش و خب الان مراحل راه اندازی وردپرس رو برای من میاد. به همین من لوکال هاست رو تایپ میکنم و PHP ادمین رو می نویسم تا بتونم یه دیتابیس ایجاد کنم و خب سایتم رو روی اون نصب کنم. من زبان سایتم رو روی فارسی قرار میدم، ادامه رو میزنم و این مرحله نیاز دارم که خب از طریق آدرس لوکال هاست /phpmyadmin دیتابیسم رو ایجاد کنم. روی گزینه نیو کلیک میکنم و اسم دیتابیسم رو میذارم VP1 که دقیقا همون. حالا اینجا اسم دل بخواه، ولی خب من میخوام بدونم که مربوط به سایت اولم. خب اینجا باید اطلاعات پایگاه دادمونو بهش بدیم. من VP1 که همون اسم پایگاه دادم بود اینجا تایپ کردم بهش میدم. نام کاربری رو root تعریف میکنیم که خب بعدا میبینیم یوزرهای مختلفی میتونیم ایجاد کنیم که دسترسی داشته باشن به پایگاه داده، و پسوردش رو خالی میذارم، بقیه موارد رو تغییر نمیدم و گزینه فرستادن رو میذارم. اگه اطلاعات درست باشه اینجا خب پیغامش نوشته میشه که شما میتونید راه اندازی نصب انجام بدین. یا عنوان سایت باید انتخاب کنم VP1
رمزمو کپی میکنم چون بعدا نیاز دارم، ایمیلو وارد میکنم خب و بقیه موارد رو بدون تغییر نگه میدارم و راه اندازی وردپرس رو میزنم. خب منتظر میشم که اینجا برام وردپرس ایجاد بشه. اگه من آدرس لوکال هاست اسلش vp1 رو وارد کنم، همونطور که میبینید وردپرس خامی که نصب کردم و بهم نشون میده. خب من وارد سایتم میشم، و حالا میخوام ببینم که چجوری میتونم یه قالب رو نصب کنم. خب دو تا راه اینجا وجود داره برای نصب کردن قالب خام. یکی اینکه ما سیق نمایش به قسمت پوسته ها بریم و بیایم از قسمت افزودن پوسته تازه اون فایل زیپی که مال قالب اون هست رو بهش بدیم. بارگذاری پوسته رو انتخاب میکنم، از قسمت چوز فایل میرم و اون فایل زیپی که مال قالبم بود رو بهش میدم. vp1 accelerate اینجا. خب من این اوپن میکنم. اول قبل از اینکه بخواین نصبش رو انجام بدم بزنین یه قسمت از سایت رو نشون بدم. توی قسمت vp content ببینید آدرس htdocs که گفتیم همه فایل های زنف اینجا قرار میگیرن، روی سایت vp1 توی فولدر vp content یه فولدر وجود داره به اسم تمز. اینجا همونطور که میبینید باز یه سری فولدر دیگه وجود داره. اینا هر کدوم قالب های هستش که روی سایت شما فعلا نصب هستش. خب من اینجا هم اکنون نصب کنم میزنم تا ببینیم چه تغییری ایجاد میشه روی سایت. خب مراحلش انجام میشه و خب من میتونم از گزینه فعال نمایدی که اینجا هستش قالب رو فعال کنم، یا اینکه نه دوباره برم توی همون قسمت پوسته ها و خب میبینید اینجا یک قالب اکسلریت برام اضافه شد و خب میتونم از اینجا فعالش کنم. ببینید قالب‌های قبلی غیر فعال شد. خب حالا من این دایرکتوری که اینجا داشتم و توی اینجا خب میبینید یه فولدر اکسلریت اضافه شد. این همون تمیه که ما الان نصب کردیم و خب خودش می‌بینید به صورت خودکار وردپرس میاد فایل ها و اون محتوایی که ما خواستیم روی سایت قرار میده. خب من سایت رو هم یه نمایش بدم برای اینکه ببینید تمش تغییر کرده. همونطور که می‌بینید خب این تم سایت پس تغییر کرده و خب این راه اول که دیدیم اینه که ما وردپرس رو نصب کنیم و خود فایل قالب رو اینجا قرار بدیم. خب حالا من یه مورد دیگر رو میخوام توی این نشون بدم. ببینید یه راه دیگه که ما اینجا داریم اینه که خب دیدیم الان از طریق وردپرس گرفتیم فایل زیپ قالب رو بهش دادیم و نصب کردیم. من این فولدرش رو از اینجا حذف میکنم. ببینید یه راه ساده دیگه که وجود داره اینه که فایل قالب رو من از اینجا میام کات میکنم، میبرم توی مسیر همون vp content فولدر تمز، اینجا پیست میکنم و خب میبینید داخلش یه فولدر اکسلریت وجود داره و فایل قالب هستش. من اینو اکسترکت فایل میزنم یا اکسترکت هر. برای چی؟ برای اینکه میخوام دیگه فولدر دیگه درست نکنه. یعنی دقت کنید که اینجا خیلی مهمه، شما این فولدر اکسلریت که ایجاد شد وقتی واردش میشیم بلا فاصله بعدش باید همه این فایل ها باشه. اما اگه باز دوباره وارد این شدین اینا همه داخل یه فولدر دیگه قرار داشت، وردپرس دیگه نمیتونه تم شما رو تشخیص بده. پس به اینم یه شیوه دستیه که شما میتونید اون فایل قالب رو خودتون اکسترکت کنید. یعنی بیاین توی مسیر درست قرار بدین و بزنین اکسترکت کنه به صورتی که بلا فاصله بعد اینکه واردش میشین فایل قالبتون باشه، دیگه فولدر دیگه ای نباشه. خب اینجا دیدیم که پس توی vp1 ما نیاز داشتیم که اول وردپرس رو نصب کنیم و خب حالا بعد بیایم از داخل پنل یا فایل زیپ رو بهش بدیم و اون تم رو نصب کنه، یا یعنی اینکه نه خودمون دستی بریزیم و اکسترکت کنیم. حالا من توی vp2 میخوام همین قالب رو نصب کنم با این تفاوت که از بسته نصبی آسان استفاده کنم. خب من میام از اینجا بسته نصبی آسانش که نوشته اکسلریت داش پک رو کات میکنم و توی قسمت زم htdocs vp2 و اینجا پیست میکنم. خب حالا دقت کنید توی همه بسته‌های نصبی آسان دو تا فایل وجود داره، یکی فایل installer.php و یک دونه فایل zip. اینا چیکار میکنم؟ فایل zip که خب همراهش هست من اول اینا رو اینجا اکسترکت میکنم. خب چون اینجا هم خیلی مهمه، اون بعد از اینکه وارد دایرکتوری سایتتون میشین حتما باید این فایل installer.php و اون فایل zip بشه که ببینید این اسمو داره آرشیو این باشه، نیازی نیست که زیپ دیگه باشه. من اینو پاک میکنم فایل زیپ پکشو.
خب کاری که انجام میده این استالر دقیقا همونطور که شما وردپرس رو نصب میکنید، این استالر هم کمک کنه شما بسته نصبی آسانتون رو درست کنید. خب فقط کافی اینجا دوباره بیایم یه دیتابیس دیگه برای سایت دومیمون درست کنیم. من اسم دیتابیس هم رو وی پی دو میدم و بعد از اینکه ایجاد شد حالا میام اینجا آدرس اول دایرکتوری وی پی دو رو میدم. خب و اینجا خب میگه که این فولدرها وجود دارن، یه فایل زیپه و یه فایل installer.php. میتونم همینجا روی installer.php کلیک کنم تا بازش کنه. ببینید این داپلیکیتور یه کمی شبیه به نصب وردپرسه. خب شما اینجا اطلاعات دیتابیس میدین، اسم سایت میدین و خب یوزر پسی که میخوایم وارد سایت بشیم، با این تفاوت که این داره هم وردپرس رو براتون نصب میکنه، هم تم و هم محتوا رو. خب یه موردی که پس اینجا فقط باید بگیم اینه که خب چرا ما همیشه نیم از بسته نصبی آسان استفاده کنیم. من توی طول این مسیری که دارم این بسته نصبی آسان رو برای سایت دومی نصب میکنم توضیح میدم که خب چرا ما اصلا از بسته نصبی آسان استفاده نمیکنیم همیشه، وقتی که کارمون رو خب راحت تر میکنم، محتوا رو انتقال میده، هم تم و هم وردپرس و همه چی. ببینید موردی که هستش اینه که داپلیکیتور خب میاد اطلاعات دیتابیس و فایل های شما رو به اصطلاح یه جوری ریپلیس میکنه یا به وجود میاره. یعنی اگه شما یه سایت از قبلا داشته باشین و خب بخواین اینو یه تم جدید روش نصب کنید، اگه بخواین که به اصطلاح محتوای قبلیتون هم حفظ بشه نمیتونید از داپلیکیتور استفاده کنید. چرا؟ چون داپلیکیتور کاری که انجام ده اینه که همه محتوای قبلی رو ریپلیس میکنه، یعنی دیتابیس شما رو از صفر دوباره شروع میکنه به نوشتن و همچنین فایلای شما رو دوباره از صفر میگیره، همه رو ایجاد میکنه. پس وقتی که شما اگه یه سایت داشته باشین محتواش براتون مهم باشه و بخواین که اونو از بین نره، دیگه نمیتونید از بسته نصبی آسان استفاده کنید، چون بسته نصبی آسان گفتیم همه چیزو از صفر خودش ایجاد میکنه. خب اینجا کاری که کردش اینه که ببینید فایل زیپی که اینجا بودش رو به اصطلاح ما از حالت آرشیو خارج کرد و ببینید همه اون فایل‌های وردپرس و اینا همه رو به وجود آورد. یعنی اگه من اینجا ببینید این سایت دومیه توی وی پی کانتنت برم و قسمت تم برم، به صورت پیش‌فرض دیگه تم اکسلریت وجود داره. خب اینجا میگه اطلاعات دیتابیس رو بهم بده. من اسم دیتابیس هم وی پی دو گذاشتم، یوزرش هم روت گذاشتم و پسوردی نداشت. تست دیتابیس رو میزنم. خب اگه پیام سکسس داد یعنی که با موافقت با دیتابیس ارتباط برقرار کرده. نکست رو میزنم و ببینید این دقیقا همون پیامیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. میگه که همه اطلاعاتی که شما روی دیتابیستون دارین همه پاک میشه. پس اینه که شما یه سایتی از قبل داشته باشید نمیتونید بیاید با بسته نصبی آسان جوری به اصطلاح اون سایت رو ایجاد کنید که اطلاعاتتون از بین نره. خب من یوزرش رو دوباره مثل همون قبل تعریف میکنم و پسوردم که خب تغییر کرده و یه موردی هم توی خودم کپی میکنم. خب بعد از این که پس اطلاعات اسم سایت و یوزر که میخوام بهش وارد بشین یوزر پسش رو تعریف کردین، گزینه نکست رو میزنین تا آپدیت کنه اطلاعات و از این قسمت سایت لاگین حالا میتونید وارد سایتتون بشید. علی خسروجاد و اینم پسوردی که براش تعریف کردیم. خب من الان سایتمو که بزنم نمایش داده بشه میبینید که تمام محتوا، تم و خب همه این مواردی که به اصطلاح توی قالب قبلی دیدیم، ما فقط تم رو نصب کردیم و خب این محتوا نیومد، ولی اینجا همه این موارد به اصطلاح ریپلیس شده داخل سایت ما و دیگه نیازی نیست ما محتوا رو تعریف کنیم. پس دو تا شیوه نصب کلی که برای تم ها وجود دارن داخل وردپرس رو دیدیم. یک راه اول اینه که ما بیایم اول وردپرس رو نصب کنیم و بعد بیایم اون فایل زیپ قالب رو داخلش قرار بدیم. چیزی که اینجا برای ما مهم بود اینه که توی قسمت تم حتما فایل زیپ قالبتون رو که اکسترکت کردین به صورت فولدری باشه که بلافاصله بعد اون فایلاتون باشه. اگه گفتیم فولدر دیگه باشه تم شناخته نمیشه و با ارورهای مثل فایل style.css پیدا نشد این فایل مواجه میشید، که دقیقا گفتیم به خاطر اینه که وردپرس میاد بلافاصله میره داخل این فولدر و خب اگه یه فولدر دیگه باشه فایل style.css رو پیدا نمیکنه و بهتون ارور میده، میگه که قالبتون مشکل داره.
پس توی نصب دستی اینو دقت کنید که فایل قالب و اگه خواستین خودتون اینجا پیست کنید حتما فولدر نداشته باشه. اگه از داخل پنل فایل زیپش رو نصب کردیم که دیدیم خود وردپرس اون فولدر بندیاش همه رو درست میکنه و دیگه نیازی نیست ما کاری انجام بدیم. وقتی هم که خب با بسته نصبی آسان داریم نصب میکنیم، فقط موردی که باید دقت بکنید اینه که شما سایتی که میخواین از صفر شروع کنید و با بسته نصبی آسان بالا میارید، اگه یه سایتی قبلا داشته باشین و بخواین تمش رو تغییر بدین، بخواین ظاهرش رو تغییر بدین، نمیتونید از بسته نصبی آسان استفاده کنید. این دوتا مورد رو امیدوارم حتما دقت کنید. یه سری موارد امنیتی داره اپلیکیتور که خب چون یه افزون خیلی محبوبی هستش قطعا مورد حملات زیادی قرار میگیره. حتما خودش میگه که این فایل های این استالتون رو حتما پاک کنید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید. خودش به صورت خودکار همه رو پاک میکنه و این افزون داپلیکیتور میبینید اینجا یه سری موارد رو بهتون پیشنهاد میده. خب ارورهایی هم که به اصطلاح داخل سایت حالا گاهن برمیخوریم بهشون میشه از طریق خود سرچ کردن توی گوگل برطرف کرد و محتوایی که اینجا هستش. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه.